الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ارواح در برزخ پیوندشون با این دنیا و با خانواده هاشون قطع نیست. اگر خانواده های اونها عبادتی، کار خیری، کمکی، گره گوشایی، زیارتی به نیت اونها داشته باشن، ائمه ما می فرماین به وسیله خداوند این عبادت ها و کارهای خیر به اونها میرسه، دعا هم میکنن. برای اینکه بدانید پیوند درگذشتگان با باقی ماندگان قطع نیست. داستان عجیبی رو در این زمینه براتون نقل میکنم. مرحوم آیت الله العظما حاجی عبدالکریم حائری وقتی از دنیا رفتن و در اون مقبره ای که بالا سر حرم حضرت معصوم است و مسجدم نبوده، از اول یه محوطه ای بوده جای دفن علمای بزرگ شیعه، چه اونایی که قم بودن چه اونایی که وصیت میکردن بیارنشون قم دفن کنن. در اون محوطه دفن میشن. شعرای اون زمان برای درگذشت ایشون و تسلیت به ملت و به حوزه و به علما شعرهای زیاد قابل توجهی میگن. یکی از اونایی که بعد از درگذشت ایشون به شعر بلند علمی اخلاقی گفت، مرحوم آیت الله العظما آسد صدر دین صدر بود که بعد از ایشون از مراجع تقلید بود و آیت الله العظمای حجت و
و آیت الله العظما اسد محمد تقی خونساری. مرحوم آیت الله العظمای حجت تو مدرسه‌ای که خودشون بنا کردن به نام حجتیه اونجا دفنن. مرحوم آیت الله العظمای صدر و خونساری هم کنار حاج شیخ عبدالکریم. یه هنری که شعرای گذشته داشتن با شعر ماده تاریخ می ساختن. مثلا آیت الله العظمای حائری 1355 قمری از دنیا رفتن، آیت الله العظمای صدر پایان اون شعر بلند زیبای با ارزشش با شعر ماده تاریخ درگذشت ایشون رو گفت. اما ماده تاریخ هم این بود، یعنی ماده تاریخ جالبیه، یعنی هنرمندانه است، که البته حروف این نیم بیت رو با ابجد وقتی حساب بکنن میشه 1355. علم ابجد هم یه علمیه که ما طلبه های قبل بلد بودیم، الان نه، کسی وارد به حروف ابجد و جمل کوچیک و جمل بزرگ نیستش. و از طریق همین حروف ابجد، جمل کوچیک، جمل بزرگ، اونایی که وارد بودن کار سنوگرافی رو میکردن، یعنی در میوبردن از طریق اعداد حروف. مثلا این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد دختره یا پسره، یعنی تقریبا این علم منقرض شده دیگه، دنبالش نیستن، استادم خیلی کم داره اگه داشته باشه. و این ماده تاریخویی واقعا هنر بوده. مثلا یکی از زیباترین ماده تاریخ ها ماده تاریخ آیت الله العظمای بروجردیه، که حالا من نمیدونم این ماده تاریخ رو کی گفت. قبلا روی سنگی تو تاخچه مقبرشون بود، ورداشتن. ظاهرن ایشون 1380 قمری از دنیا رفتن و 1340 شمسی. ماده تاریخ فوت ایشون به قمری با حروف ابجد این میشه: ما عرفناک حق معرفتک. میشه مطابق 1380 قمری، اگه درست بگم. معنی جمله اینه که اون گونه که باید تو رو میشناختیم نشناختیم، بعد دست ما رفت. ما عرفناک حق معرفتک. ماده تاریخ شعر آیت الله العظمای صدر این بود: لدل کریم. دقت بفرمید، خیلی ظریفه. آشخ عبدالکریم حائری
عبدالکریم لدل کریم حل زیفن عبدوه. ببینید کاملا اسم عبدالکریم تو این مصرع هست. لدل کریم حل زیفن عبدوه. فارسیش نه، عبدالکریم به عنوان یه مهمان مهم وارد بر خدای کریم شد. لدل کریم حل زیفن عبدو. تو چله مرحوم آیت الله العظمای حائری سنگ روی قبر حاضر شده بود و این اشعار آیت الله صدر رو دور سنگ قبر تراشیده بودن، الان هم هست، یعنی خراب نشده، شعر خونده میشه. وقت مشرف شدید قم رفتید سر قبر این بزرگواران، فاتحه خواستین بخونین، اگه یاد سخنرانی امشب افتادید روبروی قبر که وای میسین دست چپ نیم بیت آخر رو سنگ قبر، لدل کریم حل زیفن عبدو. بعد چند روز، بعد چند شب، مرحوم آیت الله العظمای صدر می‌فرمایند من خودم خواب دیدم، وارد یه باغی شدم که نمونه این باغو تو دنیا ندیدم. یه باغ ویژه‌ایه، یه باغ خاصیه، هیچ جای ایران یا اون وقتی که عراق بودم، مناطق کشاورزی عراق، نمونه این باغو ندیدم. داشتم تو باغ میگشتم، به یه قصری رسیدم، یه قصر ویژه‌ای بود، یه ساختمان خاصی بود. دیدم در بازه، دربونم نداره. گفتم برم داخل این قصر رو تماشا کنم. وارد شدم، وارد یه سالن بی‌نمونه شدم، دیدم مرحوم آیت الله العظمای حائری رو تخت نشسته و یه قدح شربت ناب جلوشه. سلام علیک کردم و آقای حائری فرمودن بی بالا کنار دست من میشه. اومدم بالا، به ایشون عرض کردم آقا از این قدح شربت یه خوده به من میدین؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ شما که خیلی کریم و خیلی سخی و جواد بودین، به این راحتی؟ میگه این من از این شربت هیچی به تو نمیدم. چرا؟ ایشون فرمودن این شربت مخصوص به آخرت، فعلا در کام اهل دنیا که تو دنیان ریخته نمیشه، از این بگذر، خودت که اومدی این طرف از این شربت ها برای تو هم گذاشتن و بهت میدم. تموم شد صحبتمون راجع به این قدح شربت. به ایشون عرض کردم که حالا حالتون چطوره تو این عالم برزخ؟ حالا بیش از 40 روز مرده و این اشعار بعد مرگ حاجی عبدالکریم سروده شده، نبوده تو دنیا، حالتون چطور؟
ایشون برگشت به من گفت لدل کریم حل زیفن عبدو. همین جوری که تو دنیا گفتی عبدالکریم، مهمون کریم. کمونیستا این مسائل رو چجوری میتونن حل کن؟ یه مسائلی که کمونیستای دنیا، چین، روس و هر کشوری که کمونیست داره، استاد دانشگاه داره، دانشمند داره، این مسائل براشون قابل حل نیست. یعنی قاعده‌ای، قانونی، قدرتی ندارن که بتونن تحلیل کنن این مسائل و این مسائل معنویه، الهیه، مربوط به مردم مؤمنه. کمونیستی که مغزش محدوده و راهی ابداً به ماوراء عالم نداره، اصلاً براش حلی نمیتونم بگه، دروغه. بر این که این یه داستان صریح اتفاق افتاده‌ایه که اشعار بعد مرگ گفته میشه و مرحوم صدر در عالم خواب ماده تاریخ شعر خودشو از زبان عاشق عبدالکریم میشنوه. این چجوری قابل حله؟ برای اونایی که دین ندارن، برای اونایی که برزخ و قبول ندارن، برای اونایی که اهل معرفت و اهل حال و اهل شناخت نیستن، چجوری قابل حل؟ این به هیچ شکلی قابل حل نیست، به هیچ شکل. من فکر میکنم این خوابی که خودم دیدم ساعت 3:30 بیدار شدم که 2-3 روز پیش تو دفتر برای دوستان دفتر نقل کردم. خواب دیدم یه شهر دیگه هم بودم، تهران نبودم، که از دنیا رفتم. کاملنم می فهمیدم از دنیا رفتنم، یعنی تو خواب فهمیدم واقعا مردم و انتقال پیدا کردم. آماده شدن برای دفن کردن من، اما قبری که برای من کنده بودن، من در همون عالم رؤیا دیدم این قبر کوچیک نی، مربع مستطیل به اندازه اتاق کوچیک مثلا 2 متر در 1.5. خاک کف قبر بسیار خاک نرمیه، نرم یعنی حالت یه دوشک رو داشت. جنازه منو بلند کردن و گذاشتن تو اون قبر، لحد چیدن، خاک ریختن، همه برگشت. من دیدم که این لحدی که چیدن، من راحت میتونم بلند شم بشینم تو قبر و سرم هم به لحد نخور. یعنی اینقدر قبر وسیع بود، میشد بشینم راحت. همین جوری که تو قبرم پیش خودم گفتم، گفتم هنوز که دو فرشته خدا نیومدن سوالاتی داشته باشن، من ربک، من نبیک، من اماموک، ما کتابک،
هنوز که نیومدم، پس وقت دارم اما قلم و کاغذ ندارم. بلند شم بشینم، با اینکه قلم و کاغذ ندارم، رو این خاک نرم کف قبر با انگشتم یه متن بسیار ادبی عاشقانه برای حضرت سید الشهدا بنویسم. من خواب خیلی یادم نمیره، ولی وقتی بیدار شدم یک کلمه اون متن کاملی که نوشتم یادم نبود، حتی یک کلمش، ولی متنو تو همون قبر درک می کردم. خیلی متن ادبی زیباییه و مثلا حق عشقم رو به ابی عبدالله با این متن ادا کردم، به فکرم بود. مثلا تموم شد متن، دیدم اون دوتا فرشته نیومدن، ولی از تو قبر یه صدایی بلند شد که شما دوباره باید برگردی به دنیا و فعلا اینجا جای تو نیستش. و من آماده بودم که این سقف قبر برداشته بشه و برگردم، ولی با همین صدایی که شنیدم که شما باید برگردی، از خواب بیدار شدم تو اون شهرستان. کسی که با من بود ساعت 3 بود دقیق، گفتم بیدارش کنم و این خوابو بهش بگم، با اینکه دستور به ما دادن خواب رو بدون اجازه خودش بیدارش نکنیم. اما انقدر من تحت تأثیر این خواب بودم که گفتم بیدارش میکنم و عذرخواهی میکنم. بیدارش کردم، گفتم همین الان یه چنین خوابی دیدم، معنیشم نمیفهمم. خب مبهمه، اینا یه متخصصایی داره که باید به آدم بگن، معلومه برای متخصص معلومه. صبح شد، حدودای ساعت 8 به قم زنگ زدم، به پسرم گفتم که بابا اگر فلانی که بسیار در تعبیر خواب هنرمنده جواب تلفنتو میده، چون جواب نمیده و تعبیر خوابم دیگه نمیکنه، میگه تعبیر ولی برای من پرفشاره، حالا نمیدونم برای چی، خودم زنگ بزن. یکی از چهرهای معتبر معنویه، چقدر خوب آدم به عالم معنا راه پیدا بکنه و از این محدودیت دنیا در بیاد و از این غربت، از این بیگانگی که زین العابدین تو دعای ابو حمزه به پروردگار عرض میکنه یا رب ارحم فی هذه دنیا قربتی، خدای من در این دنیا غریبم. راست میگفت، نمیشناختنش، نمیدونستنش، غیر امام باقر کسی نمیشناخت زین العابدینو، مادرش هم که زنده نبود سر زاییدن زین العابدین از دنیا رفت، همسرش هم دختر حضرت مجتبی بود،
خانوم بسیار با کرامتی بود و روحیش با روح زین العابدین یکی بود. قربتی یعنی من غریبم، خانومم هم غریبه. اونایی که با هم هماهنگن خوب غریبن. چقدر عالیه خداوند با ترک گناه ما رو به عالم معنا راه بده، در حد خودمون یه چیزایی رو ببینیم. امام صادق میفرماد حد اقل، اگه در بیداری نشونتون ندن تو خواب نشونتون بده. حد اقل این در ذیل تفسیر این آیه است: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اون وقت آیه بعدش حقایقی رو برای اولیا بیان میکنه که اینا به اون حقایق رسیدن. امام میفرماد اگه در بیداری نرسی، اگر ایمان بالا و تقوای بالا داشته باشی، حداقل در خواب یه خبرایی راجع به خودت بهت میدن. لهم البشرا، آیه بعد، فل حیات دنیا و فل آخره لا تبدیل لکلمات الله. این آیه خیلی فوق‌العاده، بار معنوی آیم خیلی سنگینه، خیلی طاقت فرساز. گو من زنگ میزنم اگه برداشت بهش میگم. منم این بزرگوار رو تا حالا ندیدم، تلفن رو برداشت و گفت پسر فلانی هم، گفت در خدمتم، گفت بابام در شهرستانه و یه همچین خوابی دیده، این چیه؟ چی شده؟ ایشونو برگردوندن به دنیا، اینش فقط مهم. اون قبر و اون مقاله و اینا یه امر طبیعیه، اما این برگردوندن به دنیا غیر طبیعیه، این چیه؟ و چقدر اون آدم معنویه. گفتش که پدر شما دوتا کار نیمه کاره داره که این دوتا کار خیلی مهمه. یکی یه ساختمان عظیمیه که در 10,000 متر زمین 14,000 متر ساختمان نقشه داشت، تازه گودبرداریش تموم شده بود و دیوارای معمولی رو تو گود چیده بودن و یه مقدارم دیوارا اومده بود بالا. گفته بود یه کار نیمه تمام داره که ساختمونیه. این ساختمونم الان تمام شده، داره با 205 کشور معارف قرآن و اهل بیت رو هر روز پخش میکنه، هر روز، و خیلی هم شلوغ سر سایت این ساختمان. البته 10 کار داره میکنه برای قرآن و اهل بیت، کارهای بسیار عظیم و صدای خدا و قرآن و اهل بیت رو تقریبا به کل کره زمین داره میرسونه. 24 ساعته، خیلی هم کار پرهزینه یه، خیلی. ولی پروردگار عالم یک روز برا هزینه اونجا منو لنگ نذاشته. ولی اون وقت که من این خواب رو دیدم، هیچی اینجا برپا نبوده، ما یه مش دیوار بود. گو کار ساختمانی عظیمی نیمه تمامه و یه کار نوشتنی
که اونم نیمه تمامه. من اون وقت داشتم تفسیر قرآن می نوشتم، وسطای کار بودم، شاید حدود سوره مبارکه توبه بودم که خب 10 جزء قرآن بود، 20 جزء دیگهش مونده بود که 13 سال کاری طول کشید و نمیخواستم من وسط اون کار یه کار دیگه ای رو انجام بدم. این تفسیر تو نوشته من وقتی تموم شد بالای 40 جلد 800 صفحه هست، الان 18 جلدش چاپ شده. به پسرم گفت اون ساختمان باید تموم بشه، اون کار نوشتنی که من نمیدونم چیه اونم باید تموم بشه. احتمالاً مرگ ایشون رسیده بوده و باید میرفته، تمام بوده پرونده، ولی پروردگار عالم اراده کرده که این دو کارم تموم بشه. ببینید این مرگ و برزخ و ارتباط و کار و خبر و اینا رو غیر متدینا کمونیستای دنیا اصلا براشون حل نیست. رابطه عالم برزخ با اینجا قطعیه. روایات خیلی روشن این رابطه رو بیان کردن. این روایت رو از حضرت صادق علیه السلام که کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد 1 صفحه 27 نقل میکنه، خیلی مورد توجه قرار بدیم. قبلم باید بگم حضرت صادق میفرماد اگه ما تو روایاتمون میگیم قبر، منظور این قبرای قبرستونا نیست. اونجا تنگ و تاریک و بدنم هیچی حالیش نی، متلاشی میشه. بدنی که نیستش چیزی بفرستن که بهش نمیرسه که. مثلا من برای میتم 5 میلیون تومان کار خیر بکنم، این که به خاک جنازه بابام نمیرسه که. اون خاک میفرماید منظور ما از قبر عالم برزخ، یه جهانیه بعد دنیا قبل از آخرت. یدخلو علل میت فی قبره، یعنی فی برزخه. برای میت در برزخش چند مسئله قابل رفتن به سوی میت و به دستش میرسه. چیه؟ از صلات، یکی بر مرده نماز بخون، این میرسه به مرده. و صوم، یه روز مخصوص سال رو که خیلی هم روزه ثواب داره برای میت روزه بگیریم. و الحج، به نیابت میت پول خرج کنی بری مکه، به نیابت مادرت، به نیابت پدرت، گرچه واجب الحج هم نباشن، گرچه حجشون رو رفته باشن، باشه. و صدقه، که حالا منظور از این صدقه کمک‌های آبرومندانه است که پولی که به یه مستحق میدم تو خودش خورد نشه. ول بر، کار خیر، بگم خدایا امشب اخونم حرکت میکنم برم جلسه پیغمبر امام حسن حضرت رضا به نیت پدر و مادرم. و دعا،
این که بعد نماز بر پدر مادرتون دعا کنید. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. این دعا به اونا میرسه. بعد حضرت چه مطلب جالبی رو میگن؟ و یکتب اجره للذی یفعله وللمیت. این کارا برای کنندش پاداش داره، برای میت هم منفعت داره. یعنی اینجوری که من یه زیارت کربلا برم به نیت پدر مادرم یا عمم یا خالم، فقط سودش به اونا برسه. امام صادق میگه به خودت پاداش داده میشه مطابق روایات. مثلا رفتی کربلا، از در خونت حساب میکنن هر قدمی، نه با قطار و هواپیما و ماشین، از در خونت قدمی حساب میکنن، گرچه با هواپیما رفتی، به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهت میدن. اینو به میت هم میدن، از تو کم نمیذارن. پس ما فکر نکنیم که رابطه گذشتگانمون با دنیا با ما بریده. نه، یه خط ارتباطی بین ما و گذشتگانمون هست که ما از روی این خط ارتباط نماز، روزه، دعا، زیارت، کار خیر، صدقه میتونیم براشون بفرستیم و به اونام میرسه. نزدیکای آخر عمرش، وجود مبارک رسول خدا، یه روز اومدن در خانه صدیقه کبرا. میدونید پیغمبر چفت در رو به در نمیزد. خونه از نظر رو کوچیک بود، 70-80 متر بود. پیغمبر میومد روبروی در وای میزد، نزدیک در. در زدنش اینگونه بود: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. صدا میرسید تو خونه. حضرت زهرا خودش اومد در رو وا کرد. پیغمبر فرمود بابا من امروز قصد کردم نهار رو بیام پیش شما. عرض کرد پدر بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. حضرت زهرا نقل میکنن، روایت هم در کامل و زیارات، بسیار کتاب فوق‌العاده‌ای درباره ابی عبدالله. 80% من ترجمه کردم این کتابو، تو مقدمش هم نوشتم بعد مرگ من این کتابو کنار سینه من قرار بدین از 800-900 کتابی که تا حالا نوشتم. خیلی کتاب فوق‌العاده. حضرت زهرا میگه پیغمبر نشست، امیرالمؤمنین، من، حسن، حسین روبروش نشست. فرمود فاطمه جان نهار چی دارین بابا؟ عرض کرد پدر یه مقدار آرد، روغن. ام ایمن برای من هدیه آورده. فرمود عیبی نداره، خیلی خوبه. بعد حضرت زهرا میگه بلند شد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خون. از سجده که سرشو بلند کرد، عین یه مادر داغ دیده شروع کرد اشک ریختن. عظمت پیغمبر به ما راه نمیداد بپرسیم چیه. حسینم از جا بلند شد رفت، اول پشت شانه پیغمبر،
وایستاد گفتش که جد بزرگوار، مهمونی واقعا گریه داره، چرا گریه میکنین؟ باید خیلی خوشحال باشه. پیغمبر دست دراز کرد از پشت شونه ابی عبدالله رو عبور جلو نشون روی دامنش، فرمود حسین جان بی علت گریه نمی کنم. اونجا که نشسته بودم همه تون روبروی من بودین، من داشتم آینده شما رو می دیدم. من نخواهم بود که بین در و دیوار صدای مادرت زهرا بلند میشه. من نخواهم بود که سحر مارمزون یه جا دیگه فرق بابات علی رو تو محراب عبادت میشکافن. من اون روز نیستم که جنازه داداشت حسن رو مورد هجوم قرار میدن. مصیبت مادرت مصیبتیه، مصیبت پدرت، مصیبت برادرت، همه سخته. اما حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما هیچ روزی در دنیا مانند روز تو نیست که بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا میکنن، سرهای بریدتون رو به نیزه میزنن، خیمهاتون رو آتیش میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، أيد وانصر إمام زماننا.